بشارت 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 <m Typically> بشارت بشارت فقط تو پیشت آرامم اید صدایی یا قلی نیست حیات همی کنم صدای کار شادیی حل ایمان به جویندگان خودد شه مهربان هستی کسی دوستان عزیز سلام عرض می کنم خدمت یکایک شما سال نو رو به همه شما تبریک عرض می کنم و در این سال برای شما آرزوی سلامتی و موفقیت می کنم سالی که نکوس از بهارش پیداست شاعر میگه ولی متاسفانه این سال مثل اینکه نکو نیست نیکو نیستش و با یه بیماری شروع شده و خیلی از مردم در تمامی دنیا دچار بحران هستند و بنابراین امروز میخوام دوستان راجب تسلی راجب تسلی در بحران جهانی صحبت کنم تسلی در بحران جهانی چون در تمامی دنیا این ویروس شایع پیدا کرده ویروس کرونا و در دنیای ما زندگی میکنیم که همه مردم به فکر سلامتیشون هستند و دوست دارن که میزها رو سطح اشیا رو ضد و کنند دستاشون رو میشورند و به فکر سلامتی خودشون هستند و نمیخوان بیمار بشن ولی ما یه بیماری داریم بیماری روحانی همه ما داریم که باید به فکر اون باشیم که میخوام راجع به این صحبت کنم که چجوری میتونیم از بیماری روحانی ما شفا پیدا کنیم پس چجوری چه کاری باید انجام بدیم برای سلامتی روح و روانمون چه کاری باید انجام بدیم یقین نداشتن از سلامتی جسم میتونه ترس و نگرانی و استرس در ما ایجاد کنه و همچنین یقین نداشتن از ابدیت خودمون یعنی کجا سپری خواهیم کرده بدیت رو میتونه در ما استرس و نگرانی به وجود بیاره در چنین زمانهایی ما به این فکر میکنیم که برای برآورده شدن نیازهامون منبع کمک مراجعه کنیم جایی که بتونیم بهش مراجعه کنیم ازش کمک بگیریم یا یه شخصی میتونه باشه یا یه چیزی که ازش کمک بگیریم تا بتونیم درمان پیدا کنیم برای مشکلاتمون برای بیماریمون در متا باب 11 آیه 28 عیسی مسیح میبینیم که برای ما تسلی میده عیسی مسیح در متا باب 11 آیه 28 فرمود گفت بیایید نزد من عیسی مسیح داره دعوت میکنه میگه بیایید نزد من ای تمام زحمتکشان و گرانباران و من شما را آرامی خواهم بخشید یوغ مرا بر خود گیرید و از من تعلیم یابید زیرا که حلیم و افتاد دل می باشم و در نفوس خود آرامی خواهید یافت زیرا یوغ من خفیف است و بار من سبک بنابراین عیسی مسیح به ما آرامش میده میگه بیایید نزد من تا من به شما آرامی بخشم سوال طبیعی اینجاست که شخصی که دو هزار سال پیش زندگی میکرد چطور میتونه در این بحران جهانی به ما آرامش بده این سوال بسیار سوال مهمی است که باید جواب داده بشه عیسی مسیح دوستان خداست این یه واقعیت تاریخی که که عیسی مسیح بعد از اینکه مصلوب شد از مردگان زنده شد سه روز بعد از مردگان زنده شد و این یه واقعیت تاریخی که تاریخ اینو اثبات کرده عیسی مسیح بنابراین دوستان امروز زنده است و کار میکنه در زندگی ما و میتونه به ما کمک کنه به ما آرامش بده میتونه گناهان ما رو ببخشه ولی قبل از اینکه عیسی مسیح به آسمان اروج کنه بعد از اینکه از مردگان زنده شد عیسی مسیح قبل از اینکه بره به آسمان در یوحنا باب 14 آیه 27 فرمود سلامتی برای شما میگذارم سلامتی یعنی آرامش عیسی مسیح گفت من سلامتی برای شما میگذارم سلامتی خود را به شما میدهم نه چنان که جهان میدهد من به شما میدهم دل شما مسترب و حراسان نباشد هللویا ایسای مسیح میگه دلتون مسترب و حراسان نباشه چرا چون من بهتون آرامش سلامتی خواهم داد اون سلامتی که من میدم جهان نمیتونه بهتون بده جهان چیزی که به ما میده بیماریه فساد و فحشا و ظلم و ستم استرس به ما میده دنیا ولی عیسی مسیح به ما وعده سلامتی میده این اطمینانی است که خداوند به ما داده دوستان عیسی مسیح به تو دو طریق به ما اطمینان میده نخست او در هنگام بحران زندگی دعای ما رو مستجاب میکنه و دوم عیسی مسیح نه تنها دعای ما رو مستجاب میکنه اما چیز مهمتر اینه که او به ما اطمینان ابدی میبخشه یعنی آمرزش گناهان میتونیم از گناهان پاک بشیم میتونیم حیات جاودان داشته باشیم این چیزیه که عیسی مسیح به ما اطمینان میده پس میخوایم راجب به ترس از ویروس کرونا یه خورده راجبش صحبت کنیم ترس از ویروس کرونا چیزی هستش که همه دنیا را فرا گرفته در همه کشورها همه انسانها دارن میترسن استرس دارن از این ویروس که آیا مریض خواهند شد آیا ویروس رو خواهند گرفت یا نه و به فکر جانهای خودشون هستن آمار مرگ و میر داره زیادتر میشه هر روز این یه واقعیت رو خاطر نشان میکنه که اگر به ویروس کرونا واگیر بشم اگه این ویروس کرونا را بگیرم چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا از دنیا خواهم رفت یا نه؟ به احتمال زیاد از دنیا نخواهید رفت چون آمار مرگومیر نسبت به کسایی که ویروس رو گرفتن کم حدودا دو تا سه درصد در دنیا هستش که از از همه کسایی که ویروس کرونا را میگیرند دو تا سه درصد از دنیا میمیرند ولی واقعیت اینه که همه ما یه روز باید دنیا رو ترک کنیم و باید با خداوند ملاقات کنیم پس ترس از ویروس کرونا چیزیه که همه مردم رو در بر گرفته و همه از این ویروس میترسن و بعد بیماری جهانگیر گناه مطلب بعدی استش که میخواهم یاد بگیریم به دلیل گناه دوستان یعنی بیماری و مرگ همه جهان را فرا گرفته هنگامی که آدم در باغ عدن علیه خداوند گناه ورزید گناه رو به فرزندانش و در نهایت به همه ما انسانها منتقل کرد بنابراین همه ما گناه رو به ارث بردیم پس ما به دو طریق گناهکار هستیم در ماهیت ما گناهکار هستیم همچنین در عمل انجام میدیم گناه رو انجام میدیم و کلام خداوند رو زیر پا میذاریم در کتاب مقدس در رومیان باب 3 آیه 23 میخونیم میگه زیرا همه گناه کردند و از جلال خدا محرومند. بنابراین هممون گناهکاریم و از جلال خدا محروم هستیم و به معیار کامل خداوند نمیتونیم برسیم. معیار خداوند بسیار بالاست. خداوند خدای مقدسه و ما نمیتونیم بریم بهش جایی که خدای مقدس هستش. نمیتونیم. چرا چون خداوند خدای عادل، مقدسه و بهشت جایی که فرشته های مقدس هستش و من گناهکار نمیتونم وارد بهش, بهش بشم ما انسان ها هممون کتاب مقدس میگه گناهکاریم و نمیتونیم به بهش ب... بریم حساب کنید تنگه بزرگی که در آمریکا هستش که بسیار مرتفع هست و از این سمت به سمت دیگر این تنگه حدودا میگم بیش از یک کیلومتر فاصله داره یعنی بخواین شما از یک سمت تنگه به سمت دیگه بپرید نمیتونید هر چقدر تلاش کنید نمیتونید شما شاید ورزشکار باشید شما شاید بتونید زیاد نسبت به دیگران زیادتر بپرید اما نمیتونید از تنگه بزرگ آمریکا از این سمت به سمت دیگه بپرید چون بسیار بزرگ استش بنابراین دوستان ما هم نمیتونیم به سمت دیگه از این جهان به جهان بعدی به بهشت بریم نمیتونیم چرا چون معیار خداوند کامل و مقدس و با تلاش های انسانی ما نمیتونیم وارد بهش بشیم و مطلب بعدی که میخوام صحبت کنم پس بیماری جهانگیر گناه رو یاد گرفتیم و بعد جریمه عادلانه گناه جریمه عادلانه گناه مطلبی هستش که میخوام یاد بگیریم جریمه گناهان و سرکشی ما از خداوند بسیار واضح دوستان در رومیان باب 6 آیه 23 میگه زیرا مزد گناه مرگ است مزد گناه مرگ است یعنی اگر گناه بکنی دست مز خواهی گرفت دست مز گناهان ما کتاب ما دست میگه مرگ خب مسلما این مرگ راجب مرگ جسمانی صحبت نمیکنه بلکه مرگ روحانی یعنی جدایی ما از خداونده یعنی ما هنگامی که میمیریم هرگز نمیتونیم جایی باشیم که خداونده خب مسلما خداوند در بهشته و ما نمیتونیم در بهشت باشیم بعد از مرگ یعنی کجا خواهیم رفت جهنم مزد گناه مرگ در پیدایش باب 18 آیه 25 میخونه میگه آیا داور تمام جهان انصاف نخواهد کرد یعنی خداوند عادل با انصاف و گناهان ما رو مجازات خواهد کرد پس بنابراین خداوند صد درصد عادل و گناهکاران را مجازات خواهد کرد همه ما گناهکاریم و بنابراین کتاب مقدس میگه ما باید مجازات بشیم در مکاشفه باب 21 آیه 8 میخونیم میگه که لاکن ترسندگان و بی ایمانان و خبیسان و قاتلان و زانیان و جادوگران و بتپرستان و جمعی دروغگویان نصیب ایشان در دریاچه افروخته شده به آتش و کبریت خواهد بود این است معتصانی معتصانی یعنی مرگ دوم جهنمه دریاچه آتشه یعنی همه ما گناهکاران لایق جهنم هستیم پس همه ما گناه کرده ایم همه ما راهی جهنم هستیم و کتاب مقدس میگه که جهنم یعنی آتش جاودانی عیسی مسیح در متا 18 آیه 8 جهنم رو آتش جاودانی نامید بنابراین یه حقیقت عیسی مسیح هرگز دروغ نمیگه هر بیماری که میتونیم در این دنیا تجربه کنیم نسبت به اون مجازات ابدی که جهنم باشه قابل مقایسه نیست دوستان نمیتونیم مقایسه کنیم با جهنم این بیماری که در جهان فرا گرفته همه انسان ها رو و مطلب بعدی که میخوام از کنم خدمتون پرداختی کامل گناه هستش پرداختی کامل گناه گرچه ما لایق جهنم هستیم اما خبر خوشی هستش دوستان که ما نیاز نداریم از مرگ بترسیم نیاز نداریم که بترسیم مانند مردم که آیا خواهم مرد از این بیماری آیا بهش خواهند رفت آیا جهنم خواهند رفت چه اتفاقی خواهد افتاد کتاب مقدس به ما میگی که ما میتونیم یقین داشته باشیم که در بهش خواهیم بود چجوری ما میتونیم یقین داشته باشیم کتاب مقدس میگه که گناه باید پرداخت بشه جریمه باید پرداخت بشه یا باید خودمون برای گناهان ما بمیریم یا باید یه قربانی باشه برای گناهان ما این قربانی که خداوند خودش مهیا کرده توسط پسر خودش عیسی مسیح این قربانی برای ما داده شد در یوحنا باب 3 آیه 16 میخونیم میگه زیرا خدا جهان را انقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که بر او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد بنابراین این محبت خداوند در یوحنا 3:16 پیداست که خداوند آنقدر ما را محبت کرد آنقدر خداوند ما را دوست داشت که پسر خودش عیسی مسیح رو فرستاد عیسی مسیح شخص دوم تسلیس از خداوند جدا شد از ذات خداوند عیسی مسیح جدا شد از بهشت اومد روی زمین به صورت انسان سی سال پاک و مقدس زندگی کرد هیچ گناه نکرد تمامی شریعت خداوند رو احکام خدا رو کاملا همه رو نگه داشت و بعد از سی و سه سال داوطلبانه قربانی گناهان ما شد فدای گناهان ما شد بنابراین دوستان ما میتونیم به عیسی مسیح ایمان بیاریم و ازش بخوایم که گناهان ما رو ببخشه چرا چون عیسی مسیح برای گناهان ما مصلوب شد در اول این عکس صلیب رو میبینیم که عیسی مسیح بر صلیب مصلوب شد فدای گناهان ما شد که در اول پتروس به دو آیه 24 میخونیم میگه که خود یعنی خود عیسی مسیح گناهان ما را در بدن خیش بر دار متحمل شد بر روی دار عیسی مسیح گناهان ما را متحمل شد تا از گناه مرده شده به عدالت زیست نماییم که به ضربهای او شفا یافته اید بنابراین عیسی مسیح میبینیم که گناهان ما را بر خود گرفت تا ما بتونیم شفای روحانی پیدا کنیم یعنی از گناهان پاک بشیم حیات ابد داشته باشیم بنابراین دوستان مطلب بعدی که هستش که میخوام بخونیم بیماری جهانگیر گناه رو یاد گرفتیم جریمه عادلانه گناه یاد گرفتیم که جهنم و پرداختی کامل گناه عیسی مسیح فدای گناهان ما شد جریمه گناهان ما رو پرداخت کرد روی صلیب گفت تمام شد یعنی جریمه گناهان ما رو کاملا پرداخت کرد بنابراین مطلب بعدی درمان ساده گناه درمان ساده گناه برای این بیماری روحانی چه درمانی خداوند مهیا کرده چگونه این درمان و آمرزش گناهان توسط عیسی مسیح میتونه از آن من و شما باشه این بسیار ساده است فقط با ایمان در دل باید ایمان داشته باشیم که عیسی پسر خداست این پسر یعنی پسر جسمانی نه بلکه پسر روحانی یعنی در وجود خداوند عیسی مسیح قرار داشت در تسلیس خدا خداوند خدای پدر است خدای پسر و خدای روح القدس هستش خداوند ما را شبیه خودش آفرید یه خدا در سه قسمت هستش و ما را هم در سه قسمت آفریده ما بدن داریم روح داریم و روان داریم سه قسمت هستش در ما انسان ها خداوندم در سه قسمت است و خدای پسر از آسمان اومد روی زمین به صورت انسان فدای گناهان ما شد و عیسی مسیح فقط کفاره گناهان ماست بنابراین چجوری میتونیم این هدیه رایگان رو به دست بیاریم از گناهان پاک بشیم با ایمان با ایمان به عیسی مسیح در رومیان باب ده آیه سیزده میخونیم میگه هر که نام خداوند را بخواند نجات خواهد یافت هر که نام خداوند را بخواند نجات خواهد یافت یعنی اگه نام خداوند عیسی مسیح رو با ایمان بخونید که از گناه نجاتتون بده عیسی مسیح شما را نجات خواهد داد بنابراین دوستان بعد از اون که به عیسی مسیح ایمان آوردید نیاز ندارید که از مرگ بترسید چرا چون عیسی مسیح بر مرگ و دنیای مردگان بر جهنم بر گناه غلبه یافت عیسی از مردگان زنده شد و پیروزی رو برای ما به ارمغان آورد ما هم میتونیم مثل عیسی مسیح از مردگان زنده بشیم مثل عیسی مسیح تا ابد در بهشت زندگی کنیم عیسی مسیح گفت چون من زندم شما هم زنده خواهید بود بنابراین دوستان ازتون تقاضا میکنم که به عیسی مسیح ایمان بیارید نامش رو بخونید که نجاتتون بده و با خوندن نام عیسی مسیح یقینا نجات خواهید یافت از گناهان پاک خواهید شد و حیات ابد رو به دست خواهید آورد این وعده خداونده خداوند گفت زیرا هر کس که نام خداوند را بخواند نجات خواهد داد نجات خواهد یافت بنابراین نیاز نیست که از مرگ بترسید میتونید یقین داشته باشید که خداوند گناهانتون رو پاک کرده نجاتتون داده پس اگر میخواین این تصمیم رو بگیرید تصمیم جدی میتونید چشاتون رو ببندید سرتون رو بگیرید پایین و با من دعا کنید بگید ای عیسی مسیح من گناهکارم خداوند توبه می کنم از گناهانم ای عیسی مسیح من ایمان دارم که تو پسر خدا هستی که بر روی صلیب برای گناهان من مردی و بعد از سه روز از مردگان زنده شدی ای عیسی مسیح گناهان منو ببخش و به من حیات ابد بده تا بتونم در کنار تو باشم همه دعاها رو به نام عیسی مسیح می طلبم آمین اگر این دعا رو کردید دوستان شما حیات ابد یافتید و گناهانتون پاک شد این وعده خداست اگر سوالی داشتید میتونید با من در تماس باشید از طریق ایمیل تلگرام میتونید با من در تماس باشید که من میتونم بهتون کمک کنم که در ایمانتون روش پیدا کنید خدا بهتون برکت بده اگر مایلید به عیسی مسیح ایمان آورید برادر افشین حاضر است که شما را در این قدم بزرگ راهنمایی کند برای مکاتبه با ایشان لطفا از طریق تلگرام ادساین بشارت 777 اقدام نمایید